زین گلستان به حیرت شبنم رسیده ایم. باید دری به خانه خورشید باز کرد. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همدلان همراه. باز هم شبی دیگر با سلسله لایو کشور خورشید آشنایی با افغانستان خدمت شما دوستای عزیز رسیدیم و خوش آمدید میگیم خدمت همه شما سروران ارجمند. امشب هم در کنار شما با ادامه موضوع هزارجات و گفتنی های دیگری خواهیم بود. انشالله که با ما تا پایان همراه باشین. بر آغاز جلسه مثنوی استاد ابوطالب مظفری را خدمت شما قرائت میکنم. البته هفته قبل که خود جناب مظفری مهمان جلسه بودن بخشی از این مثنوی قرائت شد، اما خب با توجه به مبحث امشب ما این مثنوی را به صورت کامل خدمت شما دوستای عزیز تقدیم میکنم. مطلب کوتاهی را خود استاد مظفری هنگامی که این مثنوی را سرودن در کانال خود ایشان منتشر کردند که من این مطلب نوشته خود استاد را مقدمه این مثنوی را خدمت شما میخوانم و بعد هم مثنوی را مرور میکنیم با هم. این مثنوی درد دلی است با برادران پشتون و بهانه جنگ های اروزگان. میخواستم اگر شده در ساحت متن باب گفتگوی را باز کنم میان فرهیختگان این دو قوم و از شاعران و نویسندگان هموطن میخواهم حداقل برای مدتی به جای شیوه های آزموده شده و عقیم انتشار نفرت و خشونت همدیگر را به مهربانی فرا بخوانیم. دیگر راه ها را آزمودیم، این راه را هم بیازماییم. فرض کنید این هم یک نوع دعوت و چالش است. و اما مثنوی خدمت شما. بیهوده چشمک میزند صبح سلحشور، بیهوده چشمک میزند صبح سلحشور، جز غم نمیزاید دگر این دشت شبکور. بر شاخه ها بانگ و هیاهوی کلاغ است، در قریه ها حرف و حدیث تازه داغ است. پیک عبوس مرگ در آمد شد شوم، خانه به خانه گشته و لخشوم سراغ است. در دره ها آوای طبل است و تفنگ است، بیشک خبرهای نوی از روز جنگ است. نوباوگان قوم دل بر مرگ مایل، کرتوس های کینه را بسته حمایل. با چشم سرمه کرده زلمه جان پشتون، در فکر بند و بست و تاراج و شبیخون. زین کرده خالق داد اسب سرکشی را، یک سر به شور آورد پولاد و پشی را. برنو بدوش از خانه راهی سمت کوه است، کوه از سم اسب جوانان در ستوه است. هر یک براه دیگری چون کپچماران، در حیله های کشتن هم کهنکاران. ابر بلا روی سرشان پای پای، مرگ و اجل همراهشان سایه بسایه. شد نقش بر دیواره هر سنگ خاره، اسطوره تاریخ اوغان و هزاره. کشتید و ما کشتیم، هی کشتید و کشتیم، ما خونی هم فرض کن هفتاد پشتیم. بستیم ره بر یکدیگر پیش از سحرها، ببریده از هم دست و پا و گوش و سرها. هی مرگ نو می آید و هی جان تازه، هر روز از ما سبت قبرستان تازه. رنگین بخون حلق و لب داس و تبرها، ما خونی هم از پدرها تا پسرها. شعر و مثل آوردم
سینه به سینه، هی کاروان در کاروانها بار کینه. صد ره به لب آورده هر یک جان همرا، کشتیم تاجی خان و منگل خان همرا. تاریخ حل و عقد شرع ما تباه است، از حیله ما پشت قرآن ها سیاه است. زخمی ز چنگ مرگ رستیم و شکستیم، پشت سر هم عهد بستیم و شکستیم. تا کی قمار این بخونا غشتگی ها، میراث ما نقل برادر کشتگی ها. کوتاه کن این قصه دیو و پری را، تا کی کشیم این کینه های اشتری را. نه تو فرشته در زمین، نه دیو ماییم، بیچاره آدم گیر رنگ و ریو ماییم. در چاه محبوسیم، گمراهی به ما چه؟ خیلی غلامان، قصه شاهی به ما چه؟ از گرمی تبخانه دالان را چه حاصل؟ از بزم شیران ما غزالان را چه حاصل؟ در فتنه بیگانگان یاریم با هم، آخر برادر ما وطن داریم با هم. از ما ده و دشت و دمن ویران ویران، خود جیر خار خاک پاکستان و ایران. در کوها پای برهنه دو دو از ما، در کشتن هم هی خبرهای نو از ما. این خاک هم آیا چه و چون می شناسد؟ قوم هزاره یا که پشتون می شناسد؟ در سینه مدفون کرده لاله های ما را، این کوه شیرین ها ملاله های ما را. بسیار از ما و شما در خاک با هم، در این وطن این سرزمین پاک با هم. گیسوهنایی زلف چین چین است این خاک، یارب چه بی اندازه شیرین است این خاک. در کوچه هامان ذوق تنازی چرا نیست؟ در میله ها شوق اتنبازی چرا نیست؟ بیشک همینک در وطن فصل انار است، شاعر خودش اینجا دلش در قندهار است. بله بسیار عالی و تشکر. تشکر از دوستای عزیز. مثنوی استاد ابوطالب مظفری را تقدیم حضور شما کردیم به نام اسطوره تاریخ اوغان و هزاره. در خدمت استاد کاظمی هستیم و ادامه جلسه. خب تشکر از زینب جان به خاطر این شروع خوب و تأثیر برانگیز در ابتدای جلسه. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و شروع میکنیم 18 محفل خانه کشور خورشید را. آن اشکای آمده و ما مقدار تأثیر همین شعر بود. بله واقعا دردناک و اشکاور هست آنچه که در این قرنها بر ملت ما رفته و به خصوص از این دوره تاریخی که ما درباره او صحبت خواهیم کرد، یعنی شروع این ماجراها از کدام دوره بوده و از چه زمانی بوده. به واقع میتونیم بگیم یکی از شروعهای او همون دوره ای است که الان ما در این برنامه به او خواهیم پرداخت، دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان.
ما بحث امشبمون در واقع سه قسمت خواهد داشت در خدمت دوستان، که میتونیم بگیم دو قسمت. یکی از اینها دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان هست، و بحث دیگر، قسمت دیگر، مهمان این برنامه یعنی جناب شوکت محمدی شاری از شاعران و پژوهشگران امروز کشور ما، که گفتنی های بسیاری درباره تاریخ، زبان و مسائل مملکت به خصوص در مورد قوم هزاره، زبان هزاره و امثال اینا دارن، که ما در برنامه های قبل البته جا بود که در این سلسله مباحث در خدمتشون باشیم، که خب ما هر برنامه یک مهمانی داشتیم و این مهمان این هفته ما جناب محمدی شاری هستن. و اما حکایت ما امشب، بخشی که عرض کردم، بخش اولش بخش تاریخی ماجرا خواهد بود، یعنی دوران حکومتگری امیر عبدالرحمن خان، و این ادامه پیدا میکنه از آخرین بحث تاریخی که تقریبا 5 جلسه قبل خدمت دوستان مطرح کردیم درباره جنگ دوم افغان و انگلیس. رسیدیم به دوران حکومت امیر محمد یعقوب خان. حالا یک سیر تاریخی را از اول، از زمان احمدشاه دورانی تا به زمان عبدالرحمن خان، خیلی سریع بنده عرض بکنم تا ببینیم که ما چطوری به این دوره رسیدیم، و بعد از اون متمرکز بشیم روی دوران عبدالرحمن خان. خب ما میدانیم که احمدشاه دورانی امپراتوری دورانی رو تشکیل داد و حکومت بعد از او به تیمورشاه پسرش رسید، و در واقع آنچه که با عنوان افغانستان ما امروز میشناسیم از او زمان به نوعی شکل گرفته، به وسعت بسیار بیشتری که بعدا به مرور زمان مختصر و کوچک شده. بعد از احمدشاه دورانی تیمورشاه و حکومت کرد، و بعد از اون فرزندان او، که البته بیشتر دوران اینا به برادر کشی گذشت، 3 برادر یعنی شاه زمان، شجاع الملک یا شاه شجاع و محمود، و این 3 تا با هم بسیار جنگیدن تا در نهایت تضعیف شدن و حکومت به دست یک خاندان دیگری که خاندان سردار محمد پایند محمد خان بارکزایی بود افتاد. و برادران امیر فتح خان که 20 برادر بودن اینا، و در نهایت باز بین اینا یک دوره جنگ شد تا ای که در نهایت امیر دوست محمد خان به حکومت رسید، و در او دوران او البته اولین تهاجم انگلیس ها به افغانستان بود. بعد از امیر دوست محمد خان پسر او امیر شیرعلی خان به حکومت کرد، و بعد از اون سردار محمد افضل خان پسر دیگر امیر دوست محمد خان، و بعد از او سردار محمد اعظم خان پسر دیگر او، و بعد از او باز دوباره امیر شیرعلی خان حکومت کرد، که ما اینها رو قصه کردیم در جلسات قبل. و بعد از شیرعلی خان باز امیر محمد یعقوب خان، که در زمان او جنگ دوم افغان و انگلیس اتفاق افتاد، و بعد از دوران جنگ دوم افغان و انگلیس و حکومت امیر محمد یعقوب خان که دیگه کم کم سقوط کرد عملا به دست انگلیس ها، ما دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان رو شاهد هستیم. گفتیم 3 برادر بودن که اینا با هم بعد از به نوبت حکومت کردن. یکی از اینا امیر شیرعلی خان بود، یکی افضل خان بود، یکی اعظم خان بود. خب باز بعد از این که این 3 نفر فوت کردن، در نهایت بین پسران اینا باز یک درگیری و جنگ دیگری بر سر حکومت شکل گرفت. یعنی از یک طرف سردار محمد ایوب خان پسر امیر شیرعلی خان بود، و از یک طرف سردار عبدالرحمن پسر محمد افضل خان، و در نهایت امیر عبدالرحمن که قدرت و توانایی بیشتری داشت و یک مقداری هم حمایت بیشتر انگلیس ها را در سایه و در پشت پرده با خودش داشت، توانست که مملکت را از بین قوای متنازع به دست بیاره و حکومتی تشکیل بده که حدود 21 سال حکومت این آدم طول کشید. سردار محمد ایوب خان البته فرد چهره نسبتا ضد انگلیسی هم بود،
یک جنگی هم سردار ایوب خان با انگلیس ها کرده بود، یک نیرویی از مردم هرات عمدتا و مردم قندهار تا حدودی اینها یک درگیری با انگلیس ها داشتن و جنگی به نام جنگ میوند که یکی از شکست های سنگین انگلیس ها در افغانستان جنگ میوند هست. و سردار محمد ایوب خان با عنوان فاتح میوند شناخته میشد و در افغانستان به این جنگ میوند بسیار افتخار میشه و جز صفحات پررنگ و روشن مبارزه با انگلستان شناخته میشه. و در این جنگ البته اتفاقاتی هم افتاد، نیروی افغان نزدیک به شکست بودن، بعد دوباره پیروز شدن و در نهایت یکی از صحنه‌های بسیار شورانگیز هست در تاریخ افغانستان. البته در کنار این افسانه پردازی های هم هست، از شخصیتی به نام ملاله ای صحبت میشه که او آمد و نیروی شکست خورده را تشجیع کرد و پرچمی که به زمین افتاده بود برداشت و به نوعی جریان شکست را تبدیل کرد به صحنه پیروزی با رشادت خودش. ولی خب طوری که منابع و اسناد تاریخی نشان میدن، این شخصیت ملاله یک شخصیت تخیلی و خیالی است و واقعیت نداره. یعنی این هم جز و همون تاریخ پردازی هایی کردن به عنوان شخصیت سازی و شخصیت پردازی که ما در برنامه های قبل کم و بیش به اون اشاره کردیم. خب به این ترتیب سردار محمد ایوب خان بود یک چهره که میخواست به حکومت افغانستان برسه و یکی دیگه سردار عبدالرحمن خان بود. منتها در جنگ دومی که ایوب خان با انگلیس ها کرد شکست خورد و در نهایت پناه برد به ایران، چند سالی در ایران به سر برد و بعد از اون رفت به پاکستان و هند بریتانوی در واقع و در اونجا فوت کرد. و تنها فردی که دیگه قدرت رو میتونست به دست بگیره سردار عبدالرحمن خان بود و به این ترتیب حکومت رسید به عبدالرحمن، فرزند محمد افضل خان، که باز محمد افضل خان فرزند امیر دوست محمد خان بود. سردار عبدالرحمن یک بار در جوانی هم اتفاقا ما در برنامه های پیش به او اشاره کردیم، در زمان حکومت امیر شیرعلی خان و جنگی که بین محمد افضل خان و شیرعلی خان رخ داد که فرزند محمد افضل خان در اونجا گفتیم خیلی رشادت کرد و این باعث شد که شیرعلی خان در دفعه اول شکست بخوره و محمد افضل خان به حکومت برسه. یکی از کسانی که عامل این پیروزی محمد افضل خان بود همین عبدالرحمن جوان بود، فرزند او، که فردی بود بسیار شجاع، بسیار مدبر، بسیار باهوش و بسیار با کفایت و به نوعی میتونیم بگیم دیگه از جهاتی شایستگی این رو داشت که از بین اینا قدرت رو برنده بشه و به حکومت برسه. منتها خب از جهات دیگری خواهیم دید که حکومت او چقدر صفحات تاریک و سیاهی در تاریخ افغانستان تا کنون بر جای گذاشته. جناب محمد اورزگانی گرانقدر گفتن که صدا نداریم، دوستان دیگر چی؟ خب من ادامه میدم، اگه دوستان صدا نداشتن بگن، البته اگه صدا ندارن چطوری صحبت من رو میشنون. عرض کنم که در سال 1259 بالاخره امیر عبدالرحمن خان به حکومت رسید و یک حکومت نسبتاً مستحکمی به مرور زمان شکل داد. بعضی از کسانی که تنازع داشتن بر سر قدرت از جمله سردار ایوب خان رو شکست دادم چنانی که گفتیم و عموی خودش سردار اسحاق خان را هم شکست داد، اونم باز برای پیروزی به مملکت جنگید با عبدالرحمن خان و به این ترتیب عبدالرحمن خان توانست که یک کتاز قدرت در مملکت بشه. و طبیعتا در این بین همچنانی که عرض کردم انگلیس ها هم بیمیل نبودن به حکومت عبدالرحمن خان. اونا بعد دو تا جنگی که داشتن، بعد درگیری هایی که داشتن، تعداد نیروهای اونا تلفات بسیاری داشت در جنگ اول افغان انگلیس، در جنگ دوم افغان انگلیس، در جنگ میوند و اینها، در نهایت به این نتیجه رسیده بودن که حکومت رو بدن به یک کسی، به یک قدرتی که دیگه خاطرشون جمع باشه و این جمع بکنه مملکت رو و به امنیت و آرامش برسانه، البته با یک سلطه و استبداد سنگینی که در شخصیت این عبدالرحمن خان به نوعی مزمر بود. یک چیزی به نظرم رسیده که بسیار جالب و در این حال تلخ و به نوعی از اون تکرار تاریخ ها هست، بسیار شباهت داره دوران به حکومت رسیدن عبدالرحمن خان با دوران به حکومت رسیدن
حکومت طالبان در سالهای اخیر. بسیار شباهت داره، یعنی یک مدت خانه جنگی به قول ما افغانستانی ها، ما جنگ داخلی رو تعبیر خانه جنگی به کار میبریم، تعبیر جالبیه، البته جالب نیست خود پدیده، منتها تعبیر خاصی است. و این خانه جنگی بعد از مدتی که در افغانستان در سالهای اخیر بود، در نهایت یک قدرت خارجی ها و داخلی ها و اینا بالاخره به هم به نتیجه رسیدن که یک کاسه بکنن قدرت رو. و در او زمان هم با حکومت رسیدن عبدالرحمن خان یه اتفاق افتاد. حکومت عبدالرحمن خان بسیار شبیه است با حکومتی که فعلا در افغانستان جاریه، هم از لحاظ استبداد، هم از لحاظ تبعیض هایی که وجود داشت، و هم از لحاظ جالب تعصب دینی. یعنی جالبه که این شخص بسیار هم وانمود میکرد که تعصب دینی داره و برای برپا داشتن شریعت قیام کرده و مملکت را سعی میکنه که یک دست بکنه. عبدالرحمن خان همچنانی که عرض کردم فرد با کفایتی بود. مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب بسیار ارزشمند افغانستان در 5 قرن اخیر، اسمی که یا صفتی که برای عبدالرحمن خان قائل میشه، میگه مستبد با کفایت. از یک طرف استبداد و از یک طرف کفایت و توانایی و قدرت بسیار بالا. همچنانی که عرض کردم بسیار فرد باهوش بود، بسیار فرد پرکار بود، جدی بود، منضبط بود، و برخلاف بعضی از دیگر پادشاهان این سلسله اهل عیش و عشرت های معمول درباری نبود، اهل زنبارگی و شرابخواری و نمیدونم چیزهایی که مثلا تیمورشاه بسیار به اینها دوچار بود، و بعد از او البته فرزند او امیر حبیب الله هم به این دوچار بود. این خصوصیت ها رو نداشت، بسیار جدی، بسیار پرکار، بسیار منضبط، و یک حکومت آهنین رو به نوعی در افغانستان برقرار کرد. منتها حکومتی که طبیعتاً پایه های او بر ظلم و دهشت و ترور و تبعیض هم نهاده شده بود. پایه مردمی نداشت، بلکه پایه‌ای که داشت قدرت آهنین شخص امیر بود و نیرو و اردویی که از زمان امیرعلی شیرعلی خان که یک مقدار اردوی افغانستان، نیروی رزمی افغانستان را بروز ساخته بود و ارتش منظمی ساخته بود، این ارتش منظم هم طبیعتاً رسید به دست عبدالرحمن خان و از اون برای سرکوب داخلی بسیار استفاده کرد. و در این حال خب انگلیس ها هم که میخواستن مملکت به یک آرامش ویژه‌ای برسه، اینها آمدن و چیکار کردن؟ در پشت صحنه و پشت پرده به نوعی هوایش داشتن، گفتن که ما به این کاری نداریم، و برشون مهم هم نبود که ای با مردم خودش چطور رفتار میکنه، در مقابل اونا خوب بود. و جالب اینه، این نکته بسیار جالب و دردناکی که در تاریخ افغانستان بسیار مشاهده شده از سوی قدرتمندان و کسانی که به قدرت رسیدن تا به امروز، عبدالرحمن خان بسیار در برابر مردم خودش خشن و آهنین بود، در برابر خارجی ها به خصوص انگلیس ها بسیار هم رام بود. وقتی که به انگلستان، به هند بریتانوی در واقع، انگلستان که نه، به اونجا رفت سفر کرد، در اونجا یک شمشیر بسیار گران قیمتی به او هدیه دادن، او شمشیر از غلاف در آورد و گفت من خوشحالم که با این شمشیر دشمنان انگلستان رو نابود بکنم. و انگلیس ها هم طبیعتاً یک نماینده داشتن در حکومت او که تقریباً به نوعی همه کاره اونا بود در حکومت عبدالرحمن خان، و سیاست خارجی حکومت عبدالرحمن رو به نوعی اونا دست گرفتن، یعنی مناسبات خارجی، سیاست خارجی افغانستان در اختیار انگلیس ها بود در زمان عبدالرحمن خان، با وجود که این آدم اینقدر هم ادعای قاطعیت داشت. و بعد به همین دلیل هم هست که افغانستان رو میگن بعد از چند سال در زمان نواسه یا نوه این شخص امان الله خان که از این سیاست خارجی خودش رو آزاد کرد از انگلستان، گفتن افغانستان به استقلال رسید. یک علتی که افغانستان استقلالش گویا تأمین شده تلقی نمیشد همین سیاست خارجی مستقوابسته به انگلستان بود که در زمان عبدالرحمن خان کاملا این شخص به این سیاست وفادار بود. و اما
یکی از صفحات بسیار، یکی از وقایع بسیار تلخ و به نوعی میتونیم بگیم رنجباری که در زمان عبدالرحمن خان رخ داد، حمله او هست به مناطق مختلف افغانستان برای سرکوب مردمی که علیه او قیام میکردن. یک حمله کرد به سمت نورستان امروز که در اون زمان به نام کافرستان شناخته میشد و کاملا خارج از حیطه قدرت حکومت ها بود، یعنی یک جایی بود تقریبا خودمختار، و عبدالرحمن خان رفت اونجا رو فتح کرد. اونجا کافرستان میگفتن به خاطر اینکه میگفتن مردم اینجا هنوز مسلمان نشدن، و با اعتبار که من برام اونا مسلمان بسازم اون منطقه رو فتح کرد که بعد هم اسمش رو نورستان گذاشت. و منطقه بسیار کوهستانی و بسیار زیبا هست در افغانستان، از نظر طبیعت جای بسیار عجیبی است این نورستان، در نواحی شرقی کشور است. این نورستان را عبدالرحمن خان فتح کرد، منتها در نورستان اون مقدار جنایتی که در هزارجات بعدن کرد نکرد. این شخص به آمد، حالا نمیدونم نورستان را قبل از هزارجات فتح کرد یا بعد از او، بعد آمد متوجه هزارجات شد و خواست که قدرت خودش رو در هزارجات هم تحکیم بکنه. هزارجات که ما دیگه در برنامه های پیش مفصل به او پرداختیم و امروز هم باز به نوعی اشاره به او میکنیم، در زمان عبدالرحمن خان و قبل از او در دست حاکمیت های محلی و میتونیم بگیم حاکمیت های فئودالی بود و حکومت های طایفه‌ای در اونجا، ملوک و طوایفی به تعبیری در اونجا رایج بود. خانهایی بودند که در مناطق مختلف هزارجات حکومت میکردن و عبدالرحمن خان آمد و سعی کرد که این خانها را سرکوب بکنه و این مملکت را به نوعی یک دست بکنه، قدرت را. خب بعضی از این خانها همراه شدن با حکومت، بعضی در برابر حکومت ایستادن. در نهایت با یک جنگ های بسیار سنگینی که اتفاق افتاد در سال 1269 تا 1272 در طول 3 سال، بعد این هزارجات رو فتح کرد عبدالرحمن خان با به نوعی سرداری و فرماندهی سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله که یکی از فرماندهانش بود، و همچنین غلام حیدر خان چرقی که اینا جزو فرماندهان مهم عبدالرحمن خان بودن، آمد و عملا هزارجات رو فتح کرد. منتها در فتحی که اینا کردن بسیار ستم ها و ناروایی ها نسبت به مردم باز اتفاق افتاد، به وسیله سپاهیان، به وسیله نیروها بر مال و جان و ناموس مردم تعرض بسیار کردند که در کتاب ها و تواریخ این آمده و حتی در کتاب تاریخ رسمی اون زمان یعنی کتاب سراج التواریخ از فیض محمد کاتب هم این ماجراها نقل شده. و در اونجا مثلا میگه که به مسمع فیض مجمع والا رسید که سردار عبدالقدوس خان چند تن از دختران بزرگان هزاره را که در حسن و جمال ممتازند به اسم سیرتی تصرف کرده و همچنان هر یک از قوا و سپاه یک یک یا دو دو را در آغوش تمنا کشیده روز عشرت به ناز و نوازش میگذرانند، و حضرت والا او را فرمان داد که بعضی از دختران بزرگان آن قوم را که شایان خدمت و حضور و سزاوار پرستاری حریم محترم عفت دستور پادشاهی باشد به رضا و رغبت ابوینش برگزیده گسیل درگاه عالم پناه بدارد. یعنی حتی کنیز گرفته بودن دختران هزاره را، و بعدی گفت تعدادی از اینا را حتی بفرستین به کابل و در دربار ما. و بعد مردم خیلی ها از شدت فقر، از شدت مصیبت، بدبختی به فقر افتادن. جنگ بود دیگه، جنگ طبیعتا فقر میاره. خیلی ها فرزندانشون رو میفروختن و بعضی ها فرزندان اینا رو به زور تصاحب میکردن. چیزی که عرض کردم صفحات تاریخ امروز افغانستان هم بسیار شباهت داره، یکی از وجوه شباهتش همین هست، فقر بسیار شدید و ستمی که از طرف خیلی ها در بر سر مردم جاری میشد. و به این ترتیب عبدالرحمن خان یک خشونت و دشواری سنگینی رو بر مردم اون مناطق هزارجات بخصوص در اروزگان حاکم کرد. خب طبیعتا این خشونت ها قیام های مردم رو هم در پی داشت و جنگ شعله ور شد در هزارجات بخصوص در اروزگان، و در اثر این جنگ ها بسیاری از افراد باز کشته شدن، بسیاری آواره شدن، سرکوب شدن
و بسیاری ها به اسیری و غلامی برده شدند، به کابل به زنجیر بسته شدند، کسانی کشته شدند، گروه های وسیع و از سرهای اینها مناره های ساخته شد، یعنی برای که مردم را ارعاب بکنه و بترسونه سر می بریدند، سرهای اینا رو روی هم می گذاشتند، مناره می ساختند که به اسم کله منار معروف هست در افغانستان. و این کاروان های از این آدم ها رو به زنجیر می بستن می بردن به کابل. یک چیزی شبیه به او دوران های بردهداری قرن های دوران روم قدیم مثلا در مورد قوم هزاره مرتکب شدن و زمین های اینا رو بسیاری ها رو تصرف کردن، بسیاری از این زمین ها رو داد به افراد ناقل، پشتون های ناقلی که از مناطق دیگر آمدن و اروزگان رو تصرف کردن، بسیاری از این جاها رو به سرداران و سربازان خودش بخشید و زمین های تصرف شده، مردمی به کنیزی گرفته شده، به غلامی گرفته شده، بسیاری از مردم کشته شده. تقریبا برآورد میشه که دو سوم جمعیت هزارجات به این ترتیب تلف شد و بخش مهمی از زمین های این مردم از تصرف اونا خارج شد. بسیاری از هزارها از اون زمان کوچ کردند، کوچ دست جمعی کردند، بعضی ها رفتن به کویته پاکستان، بعضی هاشون رفتن به ایران، بعضی هاشون به اسیری گرفته شدند، بعضی ها بر روی زمین های خودشان که حالا به دست افراد غاصب افتاده بود ناچار شدن به کشاورزی، یعنی طرف دیروز زمیندار بود امروز روی زمین خودش کشاورزی میکرد به نفع اون کسی که مالک زمین او شده بود. دوستمون گفتن که جنوب افغانستان بیشترشون مال هزاره بوده. بله، بسیاری از اون مناطق، اروزگان تمامش، بخشایی از شمال قندهار، هلمند، غزنی، اینا خیلی هاش از دست مردم خارج شد و عبدالرحمن خان هم تا تانست سختی و جور بر این مردم حاکم کرد. و اینجا جمله بود که گفته که بعد وقتی که حتی انگلیسان اعتراض کردن نسبت به او که تو چرا اینطور رفتاری میکنی، گفت چون مردم هزاره اتباع او هستند به طوری که خواسته باشد با قتل، حبس و تبعید آنها را مجازات میکند. و طبیعتاً یک زمینه دیگر این ستم هایی که رفت بر مردم زمینه مذهبی بود. طبیعتاً میگفت که ما مذهب اختلاف های مذهبی را هم بنیانگذاری کرد به نوعی در افغانستان به صورت سیستماتیک بود. اختلاف مذهبی شاید بود، اختلاف های قبلا هم در افغانستان بین نیروهای صفوی و ازبکان شیبانی جنگ بود، گاهی خیلی ها کشته می شدن، جنگ های شیعه و سنی گاهی اتفاق می افتاد، ولی در سیستم حکومتی افغانستان به نوعی دیگه این نهادینه شد از او زمان تا به امروز و چندین سنت بسیار بد عبدالرحمن خان در افغانستان گذاشت. یکی از اینا این تبعیض نژادی و مذهبی بود و دیگر این کینه ای که بین اقوام افغانستان شعله‌ور کرد که تا به امروز همچنان میبینیم که ادامه داره و در شعر جناب آقای مظفری ما میدیدیم نشانه های او، که دیدیم که زینب جان را موقع خواندن او شعر اشکایش جاری ساخت. و این مصیبت ها به صورت سیستماتیک توسط حکومت های افغانستان بعد از او دنبال شد. این چیز بسیار رنجباریه. قبل از او به صورت سیستماتیک شاید نبود یا کمتر بود، در زمان دیگر کسان، در زمان دوست محمد خان بود، به این معنی که بسیاری از خان ها حکومت میکردن بر مردم و به نوعی جبر و ستم حکومتگران بود، منتها به این شکل سیستماتیکش که یک تضاد و به نوعی یک تبعیض قومی رو به صورت مداومی در افغانستان مستقر بسازه، این چنین نبود. و قیام هایی همچنان که دوستمون گفتن در افغانستان علیه عبدالرحمن خان شد که این با خشونت و قساوت تمام این رو سرکوب میکرد. یکی از کارهایی که این میکرد مجازات های سخت نسبت به آدم ها بود، نسبت به کسانی که قیام کرده بودن، نسبت به کسانی که تمرد کرده بودن، نه تنها نسبت به قوم هزاره، نسبت به هر کسی. و مجازات های بسیار سخت که غالبا خودش هم اینا رو تعیین میکرد، شکنجه های بسیار سنگین و افراد بسیاری که میبردن به زندان میکردن، شکنجه میدادن، هیچ معلوم نمیشد چی شد سر و کار این. کسانی که حکم میداد در امیر، هر روز میگن کسانی که تمرد کرده بودن، طغیان کرده بودن، وقتی حضور او میآوردن همونجا فوری دستور میداد
این مقدارشون چشمشون رو در بیارین بکشین، این مقدارشون رو مثلا سر ببرین، این مقدار دست پاشون رو ببرین، این مقدار به زندان بذارین بفرستین و برین. یعنی خیلی راحت و خیلی هم با قساوت و خشونت و تمام هر گونه حکمی از سخت کشی و شکنجه که این آدم دوست داشت بر مردم انجام میداد. بسیار شخصیت شخص قسی القلب و بیرم و متاسفانه شخصیتی به یک معنی با کفایت، یعنی با لیاقت هم بود و بعضی همطور که گفتم فرد بسیار کاری، بسیار سخت کوش، اهل بازیگوشی، اهل اشرت‌های معمولی که بود نبود، بسیار جدی در کار، منتها کارش ایجاد یک حکومت آهنین توأم با قساوت و خشونت. یکی از دوستان گفتن که به مسئله دیورند اشاره بکن. بله، یکی از اتفاقاتی که در زمان عبدالرحمن خان افتاد به نوعی میتونیم بگیم که دیگه حدود مرزی افغانستان کنونی تقریبا تعیین شد، یعنی از جاهای مختلف از غرب و از جنوب و شرق و اینا تقریبا میشه گفت که افغانستان مرزهای کنونی خودش رو پیدا کرد. از او به بعد، یعنی از زمان عبدالرحمن خان به بعد، دیگه افغانستان تقریبا تغییری نکرده مرزهای او، و این مرزهای افغانستان کنونی همونایی است که در زمان عبدالرحمن خان ایجاد شد. بخشی از مرزها و سرزمین ها رو به هند بریتانوی داد و یک خط مرزی کشیدن به نام دیورند که این را هم یک فرد افسر انگلیسی به نام دیورند، سر هنری دیورند اگر اشتباه نکنم، این آدم تعیین کرد خط مرزی افغانستان و پاکستان که اتفاقا خطی که به نوع انگلیس ها تعیین کردن و همیشه هم مورد تنازع و نزاع بوده بین کشور افغانستان و پاکستان و یکی از مایه های جنگ و خونریزی و یا احیانا تنش های سیاسی بین دو کشور همین خط دیورند بوده. این هم باز از میراث های عبدالرحمن خان هست. خب یک مقدار نظم و نسق هم به مملکت داد، بعضی کارخانه ها آورد، یک مقدار نظام اداری و نظام قضایی رو مرتب کرد، یک مقداری مملکت رو از ملوک توایفی و پریشانی که داشت نجات داد، یک مملکت رو تقریبا منضبط ساخت، منتها منضبطی که همچنان که عرض کردم تا هم با قضاوت و خشونت میتونست بدون اینا هم این کار رو بکنه. و در این انضباط طبیعتا بعضی کارخانه ها همچنان که گفتم آمد، منتها خب کارخانه هایی هم که آورد بیشتر چی بود؟ کارخانه اسلحه سازی بود، بیشتر کارخانه بارود سازی بود، مثلا چیزهایی که به درد نظامیگری میخورد، یک مقدار استحکامات، یک مقدار ابنیه ساخت. ارگ فعلی حکومت افغانستان، ارگ فعلی افغانستان یادگار زمان عبدالرحمن خان است. ابنیه و بناهایی که ساخته نسبتاً بناهای محکم و استواری هستند و به این کار خیلی علاقه داشت، به بناسازی. منتها خب به دیگر زمینه‌های مثل آوردن معارف جدید، آوردن دانش، آوردن مدرسه، اینا تا حدودی که حداقل با قابل مقایسه باشه با آنچه که در ایران مثلا ما دیدیم در اون زمان، در زمان ناصرالدین شاه. حالا ناصرالدین شاه هم آدم مستبدی بود، آدم عیاشی بود، آدمی بود که خیلی به فکر مملکت نبود و دوران ناصری دوران سیاهی است برای تاریخ ایران. حالا شما این در چند برابر بکنید در مورد افغانستان، یعنی باز در دوران ناصرالدین شاه حداقل امیرکبیر یک کارایی کرد، یک تحولاتی، یک اتفاقاتی افتاد، چاپخانه آمد، یک سری اتفاقات افتاد. همینا در افغانستان هم نیامد، در کنار او البته اون قساوت ظلم و ستم هم بود، ظلم و ستمی که در سال 1280 با مرگ امیر به نوعی این مقدار سنگینش به پایان رسید. در چند سال اخیر امیر عبدالرحمن به بیماری نقرس مبتلا بود و رنج بسیاری هم کشید با این بیماری و در سالهای اخیر دیگه تقریبا از توان افتاده بود و در سال 1280 شمسی در سن 55 سالگی فوت کرد. یک نکته در مورد عبدالرحمن خان و یک موضوع معرفی کتاب هم خدمت دوستان بگم و بعد از او ما اعلام آمادگی بکنم برای اینکه ما در خدمت مهمان عزیز برنامه ما جناب شوکت علی محمدی شاعری باشیم و ادامه برنامه رو صحبت‌های آقای محمدی شاعری رو بشنویم. آقای شاعری، محمدی شاعری، اگر تشریف دارین اعلام حضوری بکنین و درخواستی بدید که ما شما رو دعوت بکنیم که بسیار زمان نگذره به صحبت‌های بنده و بتونیم از صحبت‌های شما هم استفاده بکنیم. نکته‌ای که می‌خوام در اینجا بگم، یک کتاب بسیار خوبی است که اخیراً من رو ویراستاری کردم به نام در دربار امیر از یک شخصی به نام جان گری
یک پزشک انگلیسی که آمده بوده و در افغانستان تنها پزشک خارجی و با مسلط با دانش پزشکی امروز همین آدم بوده که به دعوت عبدالرحمن آمده و امیر پزشک دربار امیر شده و این آدم خاطرات حضور خودش از افغانستان نوشته. کتاب را آقای دکتر محمود بریالی ترجمه کرده، بسیار کتاب ارزشمند خوبی 600-700 صفحه است. چشم دیدهای این آدم هست از دوران حکومت عبدالرحمن، هرچند این پزشک دربار بوده و بیشتر عبدالرحمن رو توصیف کرده و خیلی وقتا هم توصیفاش ستایش آمیزه، از جنگ های هزار جات و از این تو چیزا نگفته غالبا. خب آدم دربار بوده دیگه، بیشتر هر چی که میدیده چیزهایی که در دربار بوده عمدتا، ولی از سطح جامعه هم چیزهایی داره و از وضعیت اجتماعی و سیاسی و مملکت و از خوی و خصلت عبدالرحمن بسیار گفتنی های جالبی داره که خواندن این کتاب رو بنده توصیه میکنم، به پیشنهاد میکنم به دوستان. البته کتاب در آلمان چاپ شده. خب بعد از عبدالرحمن خان امیر حبیب الله فرزند او به حکومت رسید، یک مقدار شیوه های خشن و سخت حکومت عبدالرحمن را تعدیل کرد امیر حبیب الله، هرچند باز او خودش نقایص دیگری داشت. در یک فصل دیگر از برنامه من باز قصه امیر حبیب الله خان را هم بازگو خواهیم کرد خدمت دوستان. خب جناب محمدی شاری، شاعر، پژوهشگر، نویسنده، جناب شوکت علی محمدی شاری، شاعر، پژوهشگر، نویسنده و فردی صاحب اطلاعات و تحقیقات بسیار خوب همراه ما هستند و ما بقیه برنامه رو دیگه انشالله ایشون رو دعوت میکنیم و صحبت محمدی شاری ما دعوت کردم از شما و منتظر شما هستیم. تا اینکه جناب محمدی متصل بشن و ارتباط برقرار بشه عرض بکنم که ایشان در حوزه زبان و تاریخ مردم هزاره تحقیقات مفصلی دارن، کتابی دارن به نام در اوستایی در صدف هزارگی، یا برعکس، حالا من اسمش ممکن اشتباه گفته باشم، خودشون دیگه اینو خواهند گفت. من وقتی که مهمان دعوت میکنم فهم میکنم دیگه زیاد تعریف چیز از چون ممکنه او طرف بگه من گپایی دارم که میخوام بزنم، تو نمیگذاری من خودم گپ بزنم. جناب محمدی شاری سلام است. سلام علیکم استاد، خدمت شما و همه دوستانی که در لایو حاضرن، مخصوصا بانو بیات که آغاز بسیار خوب داشتم، لذت بردم از صحبت ها و مثنوی خواندن، پیامی که در آغاز برنامه بود. از صحبت های شما استفاده زیادی بردم، اگر وقت داشته باشم برنامه شما را همیشه میبینم، به نکات ضروری میپردازید، چیزهایی که معمولا گفته نشده و زوایای تاریک بسیار را روشن میکنید، ضرورت جدی داره پرداختن به این گونه مسائل. از شما جناب محمدی یک لحظه قبل از اینکه صحبت خواهید ادامه بدین، برای شما امکان داره که گوشی خواهی یک کمی به سمت پایین بچرخونید به گونه ای که چهره شما بیایی وسط تصویر و یک مقدار پشت سر شما دیوار سفیدی از نور دیوار گرفته بشه که چهره شما رو ما بهتر ببینیم؟ ها اینطوری، بله بسیار بسیار. بله جناب محمدی، ما واقعیت اینه که در برنامه های قبل یک مقداری مسائل رو مطرح کردم که در واقع باید از سوی کسانی که تحقیقات مفصلی در این زمینه کردن مثل شما بیشتر مطرح میشد، از جمله در مورد و سوالایی هم دوستان داشتن، یکی در مورد نسب و پیشینه قوم هزاره و یکی دیگه درباره پیشینه زبان یا لهجه هزارگی، البته زبان نمیشه گفت، و ارتباطش با تحقیقاتی که شما کردین در ارتباطش با اوستایی و زبانهای کهن فارسی، و یک مقدار اینها رو بعض دوستان ما سوال داشتن، من غالبا دیگه اونقدر اهلیت نداشتم که اینا رو پاسخ بدم. در این مورد میخوام از شما بشنویم یک، و دوم از فعالیت هایی که کردین و کتاب هایی که داشتین هم برای ما بگین.
معمولا این سوال متاسفانه. خیلی مطرح می شد که پیشینه قوم هزاره به کجا برمیگرده، چون نظریه های مختلفی هست. حالا به اجمال نمیخوام که تمام اون پژوهش ها رو به اصطلاح مقدماتش رو هم بگین، اون نتایجش رو هم بگین، برای ما کفایت میکنه. نظر شما رو میخوام که بدانیم و در مورد زبان مردم هزاره و ارتباطش با اوستایی که شما صحبت کرد. مردم هزاره کمتر شناخته شده است، مخصوصا پژوهش های جدی آکادمیک کمتر صورت گرفته، مخصوصا بیشتر روی نام هزاره این واژه تمرکز کردن، سعی کردن همه هویت هزاره ها را از نام هزاره در بیارن و این نقطه انحرافی در هزاره پژوهی و هزاره شناسی هست. من و تعدادی از دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما از این مسائلی که تا حالا مطرح شده و بیشتر روی که کی چی گفته گذر بکنیم، به این بپردازیم به شناخت انسان هزاره. با مردم شناسانه بیاییم داشته های این رو بشناسیم و از این طریق میتونیم نقب بزنیم به های دور و ریشه ها رو میتونیم در بیاریم. این مطمئن ترین راه هست برای شناخت هر قومی، هر جامعه ای. به همین دلیل ما شروع کردیم به مطالعه عناصر هویت هزاره ها. مثلا زبان هزاره ها، لهجه فارسی هزارگی که بیشترین ویژگی های متون کهن در لهجه هزارگی محفوظ است. استاد مایل هیروی فارسی در افغانستان میگه دارای سه لهجه است: لهجه هراتی، کابلی و هزارهی. که اصیلترین لهجه زبان فارسی در افغانستان لهجه هزاره ها و مخصوصا مردم بامیان است، به دلیل ویژگی های اقلیمی و سایر توانمندی ها، ظرفیت هایی که در زبان این مردم محفوظ مانده. این محمل شد که ما بیشتر توجه بکنیم به ویژگی های لهجه هزارگی و آشنا شدیم با کتاب اویستا و لغتنامه اویستایی و خود متن اویستا. برای ما بسیار شگفت انگیز بود که ما بسیاری از هزارگی ترین لغات را ما در متن اویستا پیدا کردیم و این برای ما بسیار بسیار شگفت انگیز بود. مثلا یعنی میشه مثال بله بله قطعا. مثلا دو واژ ت و ج که در زبان پشتو هست، زبان اردو هست، از ویژگی های زبان های شرقیه. مثلا سانسکریت و اویستا هم این دو واژ را داره، در هیچ یک از لهجه های زبان فارسی نیست اما در لهجه هزارگی هست. دقیقا همون واژه هایی که در اویستا با ت آمده در لهجه هزارگی همون واژه ها با همون کارکرد دستوری حتی استفاده میشن، مثل ایتا اوتا، یعنی این و آن، ضمیر اشاره. این دقیقا هم در لهجه هزارگی محفوظه و هم در اویستا به عنوان ضمیر اشاره استفاده شده است. یا ایسووسه ای که در بامیان، دایزنگی و دایکوندی و همسال اینا استفاده میشه، این سه نقطه که بعضی ها خیال میکنن که این عربیه که وارد زبان فارسی شده، نه اینطور نیست. سه نقطه در اویستایی هست. بسیاری از کلمات با همون ویژگی در زبان هزاره ها محفوظ، مثل ایسووسه. یا مثلا کیومرس که با سه نقطه نوشته میشه،
مشتقاتی از این در زبان هزارها وجود داره، مثل خاک و مرس که کیومرس را ملک و تین ترجمه کردن عرب ها و در فارسی که برگرداندن گلشاه گفتن. این همون خاکه، یعنی پادشاه خاک. کی به معنای پادشاه هست، کی مرس یا کیومرس. این در لهجه هزارها این مرسش مانده هنوز، با تعبیر چی؟ با مترادف. بیشتر واژه های کهن با مترادف جدید و قدیم استفاده میشه. خیلی جالبه، میگه خاک و مرس، که خاک هم همون خاکه، مرس هم همون خاکه. یا مثلا آشو، آشو لقب زرتشت به معنای پاک. هزارها وقتی خانه هایشان را ایام عید تمیز میکنن، خانه تکانی میکنن، با گل خانه را رنگ میکنن. یا حتی آشپزخانه، کف آشپزخانه، جایی را به این کار میگن آشو. یعنی دقیقا همون واژه اویستایی هنوز محفوظه که در زبان پهلوی اشه تبدیل شده به ارته، که در ارته یا ارده، اردبهشت شکل تغییر یافته همون اشبهشت است. اما در لهجه هزارگی صورت قدیمیش محفوظه. بخش سوم اویستا، کتاب سوم اویستا، کتاب قوانین است یا توضیح المسائل زرتشتیه، میگن وندیداد. وندیداد را لغت نگاران با تکلف معنا کردن، قانون ضد دیو. این برای من خیلی مشخص نیست که این را از کجا در آوردن، اما مشتقات از این در لهجه هزارگی وجود داره. وند یعنی بخش، چی مثلا چیزایی را که تقسیم میکنن، مجموعه انسان ها یا گوشت یا هر چیزی دیگه که تقسیم میکنن میگه وند، هر بخش را میگه وند. وندیداد یعنی بخش قانون. خیلی روشن معنایش در لهجه هزارگی محفوظه. چیزهایی از این دست فراوان وجود داره. همینطور آداب و رسوم هزارها، فرهنگ هزارها، به طور شگفت‌انگیز با کتاب‌های قدیمی مثل ریگویدا که مربوط به آیین ودایی هست، یا مخصوصاً اویستا و وندیداد، به طور شگفت‌انگیز همخوانی دارد. از تولد تا مرگ من کتاب فرهنگ هزار را آماده چاپ کردم. حدوداً 110-115 مورد من فرهنگ هزارها را با ریگویدا، اویستا و سایر منابع تبارشناسی کردم، بررسی کردم. به طور شگفت‌انگیز رابطه این همانی دارم. مثلا هنگام تولد فرزند 40 میگیرن، 40 روز. خانمهایی که هنگام ولادت در اونجا حضور نداشتن حق ندارن در خانه ای که فرزند متولد شده بیاین. میگه سایه میفتن، ناصاف میشه و چیزهای از این باورهایی که وجود داره. من چارکنت رفتم، بر سر در خانه ای که فرزند متولد شده یک تناب پارچه مثل تناب به رنگ آبی میکشه سر دروازه. این علامت در اینه که اینجا فرزند متولد شده، خانومه های در سن بارداری نباید رفت آمد بکنه. این هنوز هم وجود در زمانی که ما افغانستان بودیم به طور خیلی شدید وجود داشت. حالا ممکنه کم رنگ تر شده باشه، اما چارک این جاها رو من شخصم دیدم. مثلا 40 بوری که خانمایی که باردار نمیشه 40 بوری میکنن، فرزند که 40 روزش تمام میشه، 40 دانه گندم را مثل تسبیح
چی میکنن؟ نخ رد میکنه، بعد از سر نوزاد یا خانومی که مثلا چله شده ناصاف شده میاندازند و از پا میارن بیرون. و آین های خاصی داره. مثلا شب مرده، عید شب مرده 29 اسفند، هزارها شاید بقیه مردم افغانستان هم باشه، اما من چون اطلاعاتم دقیق نیست جرات نمیکنم بگم، عید مرده میگیرن، حلوا میپزند و شمع فتیله، یعنی چیزی هم سنتی، شمع فتیله ای روشن میکنه. در منابع قدیم آمده که مرده ها در شب عید مهمان خانه زنده ها میشه و از دو چیز بهرمند میشه، یکی بوی غذا، یکی هم روشنایی شمع. این دقیقا همین کار را فعلا هم انجام میدن. یکی از موارد در عذرخواهی میکنم مثل که حرف برای گفتن هست، اینو من میخوام یک مقدار چیکار دیگه از شما بپرسم. بله بله. دست در روغن میکنم، روغن مسکه یا همون کره ای که فعلا اینجا گفته میشه، دست در روغن میکنم یا با قاشق یا ملاقه روی آتش میریزن و از این بوی خوش متساعد میشه. آیین خاصی هست اونجا، اوراد گفته میشه، مثلا میگه خوجه گرو، روح خوجه گرو شاد، که منظور جمشید است، چون جمشید را رئیس ارواح مردگان میدانن. یا رازن شاد، که به احتمال زیاد رازن تغییر یافته زروان ممکنه باشه، این چون منشأ خیر و شر در ادیان قدیمی زروان هست. بعد نام مرده های خودشان رو یکی یکی یاد میکنن به تناسب، که به این آیین که روغن میپاشن خوشبوی انداختن میگن، بوی انداختن میگن، قنقوشو هم میگن. حالا این ریشه قنقوشو رو نمیدونم که باید در بیاریم. و خلاصه آداب و رسومی از این دست فراوان وجود داره در فرهنگ هزاره ها. مثلا سیاه خانه. محمدی من خواهش میتونم از شما بکنم، بله، اگر شما این آداب و رسوم در جای پرداختین، من دوست دارم که اون منبع رو معرفی بکنین، از کتابای خودتان بگیم و بعد دوستان اونجا بگن، چون ما الان من میترسم همه بخش ما و صحبت ما به بیان این آداب و رسوم بگذره، از بعضی صحبتهای دیگه در مورد سوالایی که من از شما دارم باز بمانیم. من در دو تا سه تا نکته میخوام بگم و بعد از شما یک درخواست بکنم. خواهش میکنم. یک نکته که میخوام بگم اینه که دوستان دقت کردم که بسیاری از این آداب و رسوم ریشه اوستایی داره، بنابر پژوهش هایی که آقای محمدی شاری نشان دادن، و این اون باوری که مردم هزاره حاصل و بازماندگان قوم چنگیز هستند یا قوم مغول هستند به نوعی در افغانستان به نوعی رد میکنه، هم زبان فارسی اینا، هم آداب و رسوم اینا، و هم اینها به نوعی این واقعیت که مردم دیرین این سرزمین هستند تثبیت میشه. و این قضیه یک مقدار استفاده های سیاسی متاسفانه در افغانستان شده که بعضی ها در افغانستان خودشون رو اصالتا از مردم قدیم این کشور دانستن و بعضی ها رو گفتن که اینها مردم مهاجر از جاهای دیگه ای هستن و به نوعی اصالت ندارن در این کشور، هرچند که همه این حرفا هم واقعیت اینه که در جهان امروز رنگی نداره، تمام مردم آمریکا هم الان مردم اصیل آمریکا نیستن و مردم استرالیا هم مردم اصیل استرالیا نیستن، ولی خودشان را آمریکایی و استرالیایی میدانن و در این قضیه حق دارن. متاسفانه در ممالک ما این قضایا بسیار مهم تلقی میشه، این اصالت قدیمی، منتها با همین سنجه و با همین معیار هم وقتی نگاه بکنیم ببینیم که اگه حرفایی برای گفتن هست. این موضوع به نظر من خیلی اهمیت داشت که دوستان دقت بکنن در صحبت‌های جناب آقای محمدی شوری. و موضوع دیگه، جناب محمدی، شما در چندین کتاب دارین که در این باره چیزای اشاره کردین، اگر بتونین بعضی از این منابع رو معرفی بکنین که دوستان مثلا برن
برای همین آداب رسوم یا برای این واژگان یا برای چیزهای دیگه به کدام جاها مراجعه کنن و این منابع رو بتونن دسترسی داشته باشن، چون در این برنامه شاید ما نرسیم همه این آها رو به تفکیک بازگو بکنیم. منتها یک مقدار سرنخ‌هایی میخوام به مردم، به مخاطبین ما هم بدین شما. اولین کتابی که من در راستای همین تبیین تحقیقاتم منتشر کردم با مشورت دوستان، اصل کار من کتابی هست به نام هویت هزارها که در 9 فصل تنظیم شده، حدوداً 600-700 صفحه تا کنون کار شده، اما تحت فشار بودم از طرف دوستانی که یا همه یا هیچ نمیشه، باید خورده خورده منتشر کنید. دوره عویستایی یکی از فصلهای همون کتاب بود، این رو تبدیل کردم به کتاب مستقل. تازه یک فصل از شمایه. آره، دوره عویستایی در صدف لهجه هزارگی. این کتاب ویژگی های لهجه هزارگی با تاریخ تطبیق داده شده در مورد حضور زبان فارسی در مناطق هزارنشین، هزارجات، غور، مثلا بامیان و امثال اینا، مستندات تاریخی آمده. بعد ویژگی های متون کهن زبان فارسی استخراج شده از لهجه هزارگی و تطبیق داده شده. یک فصل هم همخوانی لهجه هزارگی با زبان اویستایی که زبان قدیم مردم همین حوزه افغانستان است دیگه، چون تنها کتابی از این زبان اویستا هست باقی مانده به زبان اویستایی معروف شده، اگر نه همین زبان مردم همین حوزه بلخ، مثلا بدخشان، بامیان، هرات و همین افغانستان امروزی به اضافه مجموعه از حوزه پیرامونی. این بررسی شده. یک فصل هم افسانه های هزارگی با ویژگی های اساطیری افسانه هزارگی با کتاب های قدیمی متون اساطیری بررسی شده و نشان داده شده که لهجه هزارگی اصیل ترین ویژگی های زبان فارسی را حفظ کرده و در عین حال ویژگی های بسیاری شگفت انگیزی از زبان کهن، کهن‌تر از فارسی جدید، یعنی زبان اویستایی را در خودش حفظ کرده. زبان درسته که یاد گرفتنیه، درسته که اکتسابیه، اما تاریخمنده. ما یک از رشته هایی که در زبان ها وجود داره دستور تاریخیه دیگه. خب ویژگی هایی که در یک دوره هست در دوره های بعد تغییر پیدا میکنه. ویژگی هایی در لهجه هزارگی هست که پیش از اسلام هست. خب اگر هزارها مثلا ترک باشه یا مغول باشه، بعدها آمده باشند، اینا از ویژگی های کهن قاعدتا اطلاعی نباید داشته باشه. اما در لهجه هزارگی ویژگی هایی هست که در متون کهن هست، در زبان اویستایی هست، در بقیه لهجه های زبان فارسی نیست. خب این جوابش اگر هزارها ترک یا مغول بدانیم کار سختی میشه. هزارها نمیتونه غیر از فارسی زبان باشه که فارسی زبان مادری هزارها باشه. من اتفاقا بعضی در کتاب همزبانی به زبانی اتفاقا اشارهی کردم، مثلا شما فرض کنید هشتن که ما در شعر حافظ هم داریم، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت، این هشتن در هزارجات رایجه میگن بهل یا هشت یا بهل به معنی فعل امر بگذار، که منوچهری میگه الا یا خیمگی خیمه فروهل، یا شاعران دیگر که بهل را به کار میبرن، این بهل به معنی بگذار در لهجه مردم هزاره هست، یا ازار به معنی شلوار که در
تاریخ بیهقی هست، مثلا میگه ازار بند محکم ببست، مثلا چیز حسنک وزیر در جریان داستان حسنک وزیر هست. این ازار دقیقا در افغانستان در جای دیگه تقریبا رایج نیست، فقط در بین مردم هزاره رایج است و بسیار واژگان دیگری از این قبیل. آقای محمدی شاهی، یک مقداری از آثار دیگرتان را هم اگر منتشر شده یا در دست انتشار دارین برای ما معرفی بکنید، چون ما کمی داریم به انتهای زمان این گفتگومون نزدیک میشیم. شاید در یک برنامه دیگه باز دوباره ما شما رو زحمت بدیم که یک گپای دیگه شما بشنوید. یک کتاب دیگر هم نوشتم، بامیان پایتخت شکوهی اساطیری، که به نحو تحلیل تمدن بامیان هست. مجسمه ها در موردش بحث شده، تمدن بامیان بحث شده است. بخشی از لهجه ویژه بامیان پرداخته شده، بخشی از آداب و رسوم مردم بامیان و هزاره ها در این کتاب آمده. کتاب دیگری منتشر شده؟ بله، سال 95 منتشر شده. لهجه هزارگی، ریشه ها و ویژگی ها، این سال 97 منتشر شده که به مناسبت استقلال افغانستان برنامه بود که از حضور شما محروم شدیم، تشریف نیاوردین کابل، چاپ کردن. یک بخشی از نوشتای من در این کتاب غزنی بستر تمدن شرق اسلامی آمده. جلد اول کار مشترک من و مرحوم استاد آریانپور و استاد فاضل کیانی است. 200 صفحه از این کتاب نوشته من. بله کتاب بسیار خوبی است. دو جلد نه؟ سه جلد، چهار جلد. بسیار عالی. این مجموعه نوشته های من هست. آداب و رسوم و فرهنگ هزاره ها که به نام تبارشناسی فرهنگ هزاره ها آماده چاپ است. امیدوارم 10-15 مورد آداب و رسوم هزاره ها ریشه یابی شده. یک کار جدیتر که مورد علاقه من هستم، تا حدودی من کار کردم، شاید 200 صفحه کار کرده باشم، ریشه شناسی واژه های هزاره هاست که این را امیدوارم حمایتی چیزی خلاصه باشه، چون پروژه بزرگی هست. حداقل یک راهی می توانیم بگشاییم که در مرحله تحلیل وارد شویم. من دوره‌نویسی یک گام بود به سمت تحلیل، تبارشناسی فرهنگ هزاره ها هم رویکرد تحلیلی است و ریشه شناسی هم رازهای شگفت‌انگیزتری از فرهنگ و زبان هزاره ها را به نمایش خواهد گذاشت. همین امروز واژه قوغ یکی از دوستان مطرح کرده بود، ریشه واژه قوغ را به معنی اخگر آتش، آره، به معنای زغال گداخته. زغال گداخته، اخگر هم شاید دقیق نباشه، به جرقه، به چی اینا گفتم، شاید جرقه آتش، زغال گداخته که فکر میکنم با ققنوس از یک ریشه است، ریشه یونانی داره ککنوس، و این در اثر شاید اصطلاح زبان عربی تبدیل شده به ککنوس در زبان فارسی، و یک بخشش که چیز دیگه از این مشتقش در زبان ما هست قوق، مثلا قوق، قوق به معنی زغال گداخته، قوق آتش گداخته، که ققنوس هم پرنده ای است که بعد از 1000 سال یا 500 سال میگه روی مجموعه از هیزوم ها میایه، اونجا میخوانه و آتش میگیره اون چی، بعد خودش اونجا آتش میگیره و نابود میشه. در همون حین
تخم میگذاره و ققنوس دیگری متولد میشه که ارتباط تنگاتنگ با خوخ داره و این نشان میده که خلاصه یک بلای در به جان لهجه هزارگی هست. واژه های فارسی، اوستایی یا زبان یونانی، حتی زبان هندی هم در لهجه ما فراوان وجود داره. در افغانستان این واژه ها گسترده است. هر کدوم رو که نفهمیدن یا در فرهنگ لغت های معاصر نیافتن، میگه این ترک، ترکی یا مغولی هست. این بلای شده به جان خلاصه تحقیقات هزاره پیجوی واژگان بله مثلا میگم ترکی مغولی خب محمدی نفهمیدن. آخر برنامه به زمان آخرش رسیدیم، اگر صحبت پایانی دارین برای ما بفرمایین که من کمی نگران اینم که اگه برنامه ما طولانی بشه ما خیلی ذخیره میکنم هنگ کله و به صلاح ضبط نشه، این صحبت های ما از دست نره. اگر صحبت پایانی دارین بفرمایین، باز انشاءالله در برنامه دیگری هم فرصتی باشه و از حضور شما استفاده کنیم. من تشکر میکنم از شما، به امشب به موضوع بسیار خوبی پرداختید، نکات جالب بود. من یه نکته رو عرض میکنم از زبان آقای طرزی که ایشان در مورد حاکمان افغانستان محمود طرزی بله ایشان میگویند که حاکمان افغانستان از تحصیل علم عار داشتند و هم ملا را به عنوان نماینده دانش سنتی و هم میرزا را به عنوان نماینده دانش جدید تحقیر میکنن، ملاگیدی مرزاگیدی، و این واقعا یه فاجعه بسیار بزرگی است که حاکمان یک کشور با دانش و تمدن در ستیز باشن. متاسفانه یکی از نقطه های بحرانخیز همین مسئله است که از وقتی که حکومت قومی در افغانستان با کابینه احمد عبدالی شکل گرفت، این مسئله با تمدن ستیزی، تبعیض و انحصارگرایی شکل گرفت و در زمان عبدالرحمن به اوج خودش رسید. سعی میکردن حکومت انحصار قومی به وجود بیارند و زمینه برای سوء استفاده بیشتر شخصی فراهم بکنند. بله بله، واقعا میراث شومی ماند از این شخص. وقتی امروزه شباهت بسیار جدی با دوران عبدالرحمن داره متاسفانه. خیلی خیلی شبیه. ما اون کتاب که گفتم در دربار امیر از جان گری پزشک انگلیسی دربار امیر، خوبه اون کتاب را اگه شما نخوندین بخونین، که اونجا من خواندمش ویراستاری میکردم. بعد در اونجا دیدم که تقریبا تمام اون ویژگی های خطوط اصلی جامعه و حکومت در افغانستان را امروز نگاه کنی شبیه به دوران عبدالرحمن خان. اینو ما 150 سال پیش داریم سیر میکنیم. متاسفم. خب تشکر جناب محمدی. ما صبح شما رو قطع کردم. خوشحال شدم از تشکر از شما. تشکر از شما جناب محمدی شوکت‌علی محمدی شاری، شاعر، پژوهشگر و نویسنده گرانقدر، و از اینکه در این برنامه کشور خورشید با ما بودن. خدمت همه دوستان عرض بکنم که برنامه ما هر هفته ساعت 10 تا 11 شب خواهد بود و در هر برنامه به یک مسئله از مسائل افغانستان خواهیم پرداخت. در برنامه های بعدم اعلام میکنیم که چه خواهد بود انشاءالله، و معمولا هم سعی میکنیم که مهمان داشته باشیم در برنامه، و اگر صحبتی نیست خداحافظی کنیم با دوستان. خدا نگهدارتون، سرفراز باشید دوستان. خداحافظ همه دوستان عزیز. دوستان صفحه اینستاگرام رو دنبال بکنن. فردا هم جلسه ای در مشهد هست که من اطلاع رسانی خواهم کرد در دور دری، و دوستان میتونن اونجا تشریف بیارن و یک محفل ادبی داریم با امید خدا. خداحافظ همه دوستان تا به هفته آینده.
خب آقای محمدی، شما از اون طرف باید قطع کنین خود چیز را، مکالمتون رو، چون از این طرف ما قطع کنیم قفل میکنه گاهی. تشکر میکنم از همه دوستانی که در این برنامه با ما بودن، تشکر از جناب محمدی اشعاری که با ما بودن همراهی کردن، و همچنین سپاس از خانم نجفی که هماهنگی و پیگیری ارتباط با آقای اشعاری رو و همچنین این تصویرهای زندگی نامه آقای محمدی رو که ما به صورت استوری در اینجا گذاشتم آماده کردن و زحمت کشیدن، و همه دوستان رو به خدا میسپاریم تا برنامه آینده.